سلام. دگرگونی های شتابان، رخدادهای پیاپی، تحلیل ها، گمان ها، اظهار نظرها. جهان در تب و تاب تحولات سیاسی. ایران یکی از کانون های تحولات با جامعه ملتهب، اقتصادی بحرانی، کشاکشی میان دو جبهه. مردم و مقاومت ایران با دیکتاتوری حاکم. تیک تاک و نگاهی عمیق به رخدادها، تحولات، دگرگونی ها. برنامه های امروز، آیا باید به قرنطینه برگردیم؟ کشورهای اروپایی بار دیگر در تدارک قرنطینه عمومی. واکسن کرونا از تولید تا توزیع. گفتگو با دکتر ولی افسری از آلمان. اخاذی برای حکومت و مشکلات برای دانش آموزان و والدین. نگاهی به مشکلات آموزش آنلاین در ایران در بخش فضای مجازی تیک تاک. تدارک سرکوبگرانه برای جلوگیری از قیام. مردم ایران در سالگرد قیام یاد شهدای قیام را گرامی داشتند. قضاوت با شما. افت رقم آر در انگلستان. رقم آر چیست؟ آیا در پاندمی کرونا رقم آر به زیر یک خواهد رسید؟ در بخش رسانه های جهان تیک تاک. بینندگان عزیز با ما همراه باشید در برنامه تیک تاک. موج دوم و سوم کرونا همه جای جهان رو در بر گرفته و در کشورهای اروپایی صحبت از قرنطینه مجدد هست. آیا در موج جدید کرونا نیازی به قرنطینه هست و از نظر علمی این کار قابل قبوله و قرنطینه چه کارکردی داره که کشورهای اروپایی دارن دوباره اون رو در دستور کار قرار میدن و اگر قرنطینه مؤثرترین راهکار در مقابله با پاندمی کروناست در ایران که این کار توسط حکومت انجام نمیشه عواقبش چی هست؟ خبرهایی میرسه که واکسن کرونا به زودی وارد بازار خواهد شد و آیا واقعا این واکسن مسئله بیماری کرونا رو حل میکنه و چه اقداماتی برای ورود این واکسن به جامعه توسط کشورهای اروپایی انجام شده؟ برای پاسخ به سوالات و بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا و واکسن اون گفتگوی داریم با دکتر ولی افسری از آلمان. سلام بر شما دکتر افسری و خوش آمدید به برنامه. آیا صدای ما رو دارید؟ بله من صدای شما رو دارم. منم سلام میکنم به شما و تمام دستندرکاران سیمای آزادی و همچنین تمام بینندگان عزیزتان. بله سوال اول ما این هستش که رو آوردن برخی کشورهای اروپایی مجددن به موضوع قرنطینه چی هست؟ از نظر علمی چه ضرورتی داره و چه نتایجی تا به حال داشته؟ بله ببینید من کوتاه در مورد من تو کشور آلمان خودم زندگی میکنم. وقتی شروع کرونا شروع شد یعنی مشخص دو جهان مشخص شد کشور آلمان خیلی سریع اقدامات متناسب با کرونا را در پیش گرفت و همچنین فوری خیلی جاهای ازدحام جمعیت که هست مثل سینماها، تئاترها، جاهای ورزشی و رستوران‌ها رو قرنطینه کردن بس و در کنار این از نظر مالی تمام کسانی که از این طریق درآمد داشتن زیر پوشش مالی گرفت یعنی تامین مالی کرد. این حرکت آلمان خیلی سریع
گسترش ویروس رو نشون داد که خیلی سریع برگشت، یعنی خیلی رفت پایین. در عرض 2 ماه تو کشور آلمان اونقدر پایین اومد که 3 ماه بعد از اجرای این کارها یا اجرای قرنطینه، آلمان متاسفانه باید بگم یک کمی محدودیت ها را کم کرد. محدودیت ها وقتی کم کرد 2 ماه بعدش یا 2 ماه و نیم، یعنی آخر سپتامبر میشد و اول اکتبر، دوباره شروع کرونا گسترش زیادی پیدا کرد آلمان. به همین جهت آلمان خیلی سریع دوباره قرنطینه رو این دفعه خیلی سفت و سخت گرفت و خیلی شروع کرد و به اجرا گذاشت و هنوز الان هم در عرض 2 هفته آمار نشون میده که خیلی به قول معروف تعداد مبتلایان به این کرونا و همچنین مرگ و میر خیلی خیلی پایین اومده. این نشون میده از نظر چه از نظر علمی چه از نظر پراکسیس که واقعا قرنطینه و حفظ بهداشتی یا اقدامات بهداشتی و رعایت آن بسیار بسیار در جلوگیری مهار ویروس کرونا تاثیر گذاشته و خودمون هم الان میبینیم. بله، الان شما توضیحاتی در مورد وضعیت قرنطینه و وضعیت کرونا در کشور آلمان دادین. حالا سوال ما این هستش که عواقب قرنطینه نکردن کشورمون ایران به ویژه تهران چی هست و علت تفره رفتن رژیم از قرنطینه چیه؟ ببینید، خدمت شما عرض کنم که این حاکمیت از روزی که وارد ایران شده، جز کشتار، جز سرکوب و اصلا ارزشی به جان انسان قائل نیست. و الان هم که خبرهای از ایران میرسه، خودشون اقرار میکنن که بحران کرونا واقعا گریبانگیر کشور عزیزمان ایران شده و آماری که خودشون هر روز بیرون میدن، آمار مهندسی شده، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بین 11 تا 12 هزار نفر و مرگ و میر طبق گفته خودشون، آمار خودشون، بالای 450 نفر. خیلی از کارگزاران و افراد تو وزارت بهداشت خودشون اقرار میکنن، میگن که این آمار واقعی نیست و 3 برابر این هستش. از جمله یکی از این افراد دکتر مختاری را میتونم مثال بزنم، عضو علمی ستاد کرونا است، که گفتش که هر روز بیشتر از 1500 نفر جان خودشون از طریق این ویروس از دست میدهند و در روزهای آینده این تعداد این افراد مرگ و میر 2 برابر خواهد شد، یعنی 3000 نفر. شما حسابش کنید تو کشور ما هر روز بیان بگن یه هواپیما که 200 نفر جا داره، 15 تا هواپیما در هر روز سقوط میکنه. واقعا وحشتناکه این. و رژیم ایران هنوزه قرنطینه رو به اجرا در نمیاره. دلیلش هم این هستش که اصلا به جان انسان‌ها تو ایران اصلا ارزش قائل نیست. به همین خاطر، چرا که پولهایی که خود این خلیفه سخیف ارتجا، من بهش میگم، پولهای شخصی بالای 100 میلیارد تو حسابش هست و بنیادهایی که جمعاً صدها میلیارد دلار روش ذخیره کرده، همش پولهای مردم ایران هستش، اما حاضر نیست اینا رو بده. چرا که این پولها رو فقط و فقط برای سپاه پاسداران، نیروهای نظامیش و بسیج و همچنین مزدوران فرامرزیش مثل حزب الله لبنان، هشت شعبی تو عراق، به اینا احتیاج داشت. چون این نیروهاست که ستون این رژیم رو نگه داشته. بدون اینا این رژیم میدونه که خیلی سریع تو جامعه جارو میشه. به خاطر همین دست به این کار نمیزنه و به نظر منم نخواهد زد. بله، به عنوان سوال آخر لطفا توضیح بفرمایید که چه پیشرفت‌هایی در ارتباط با واکسن کرونا تا به حال انجام شده و دولت آلمان در رابطه با واکسن کرونا چه اقداماتی رو تا به حال انجام داده؟ دولت آلمان وقتی کرونا شروع شد،
نزدیک به 750 میلیارد میلیون ببخشید میلیون اورو در اختیار شرکت های داروسازی در اختیار محققان گذاشت تا اینکه دنبال اون کسانی که دنبال کشف واکسن کرونا بودند. الان شنیده میشه که این کرونا خوشبختانه کشف شده توسط یعنی بیش از اونطوری که گفته میشه خیلی خوشحال کننده است، بالای 95% ایمنی میاره و دولت آلمان به همین جهت الان در حال ایجاد مراکز مجهز در شهرهای مختلف آلمان هستش که از اول دسامبر شروع خواهد کرد طبق گفته خود دولت و وزیر بهداشت آلمان آقای اسپان گفتش که نزدیک به 100 میلیون دوزیس از واکسن ها رو که تو شرکت های فایزر و بیونتک از اونا سفارش داده و 3 ماه اول سال آینده در اختیار خواهد داشت. و خانم مرکل هم خودش شخصا تو گفتگوهاش با خبرنگاران اعلام کرد که اولویت این واکسن اول به کارکنان و پرستاران در بخش های بهداشتی خواهد بود و کسانی دیگری که احتیاج دارند مثل خانه های سالمندان و مریضا و کسانی که پیر هستند. این اقداماتی که دولت آلمان کرده بسیار عالیه به نظر من و خوشحال کننده این هم هستش که ماندرا یه شرکت دیگه هم هستش که درست پیش رئیسش اعلام کرد که 95% این واکسن هایی که آزمایش شده ایمنی میاره و طبق گفته اینا انشالله که در مهر در تابستان آینده یواش یواش ویروس یا زندگی به طبیعت عالی معمولی برخواهد گشت. باید دید و منتظر مون. بله، با تشکر از شما و توضیحاتی که برای ما ارائه کردید. خیلی ممنون از شما. تشکر. بینندگان گرامی، گفتگویی بود با دکتر ولی افسری از آلمان و توجهتون رو به ادامه برنامه های تیک تاک جلب می‌کنیم.